یکی از بینندگان این برنامه به من نوشته که در جایی خوانده که کره ماه در حال دور شدن از کره زمین است. پرسیده که آیا چنین است؟ اگر آری، علت آن چیست و چه پیامدهایی برای کره زمین خواهد داشت؟ درست است، کره ماه از زمین دور می شود. هر سال در حدود 4 سانتی متر از زمین بیشتر فاصله می گیرد. یکی از ویژگی های جهان فیزیکی یا زاستار طبیعت این است که هیچ چیز در آن بی‌دگرگونی و پایانی است. همه چیز تغییر می کند. همه چیز دستخوش فرگشت یا تحول یا اِوولوسیون است. فرگشت زایده پدیده است فیزیکی که آن را آنتروپی می نامند. در فارسی درگاشت. در اینجا وقت پرداختن با آن نیست، باید گفتاری را به آن اختصاص داد. به هر حال شناخت امروزین ما باورهای کهن را که همه چیز از آغاز شکل کنونی خود را داشته به دور می‌ریزد. انسان می‌پنداشت که آسمان و خورشید و ماه و ستارگان از آغاز به همین گونه بودند. انسان‌ها و جانوران از آغاز به همین شکل آفریده شدند. کره ماه در حدود 4.5 میلیارد سال پیش بر اثر برخورد پوروا سیاره‌ای به اندازه بهرام یا مریخ با زمین به وجود آمد. پاره‌ای از پیکر زمین که با این برخورد به فضا پرتاب شد، بر اثر پدیده‌های فیزیکی در هم فرو رفت و ماه را پدید آورد. در گذشته در این باره بیشتر گفتم. ماه در آغاز بسیار نزدیک به گرد زمین می‌گردید. فاصله میانگینش از کره زمین تنها در حدود 22000 کیلومتر بود. این فاصله همکنون در حدود 384000 کیلومتر است. یعنی ما در حدود 17 بار به زمین نزدیکتر بود و هر چند ساعت یک بار به گرد زمین میگشت. البته باید دانست که چون مدار ماه به گرد زمین بیضی است نه دایره، فاصله ماه از زمین در حدود 5% نسبت به فاصله میانگین کم و زیاد می شود. ولی این به پدیده دور شدن ماه از زمین ربطی ندارد. پیش از آنکه ادامه دهم، باید به نکته زبانیک اشاره کنم. در گذشته به آن پرداختم، لازم است در اینجا بازگویم. در فارسی ما واژه ماه را به دو معنا به کار می‌بریم. یکی به معنای کره ماه و دیگری به معنای دوره‌ای از زمان، بخشی از سال. در گاه شمار ماهی یا قمری طول ماه عبارت است از مدت زمانی که ماه شکل ظاهری پیشین خود را باز می‌یابد، مثلا از هلال تا هلال. طول این ماه تقریباً 29.5 روز است. از سوی دیگر در گاه شمار خورشیدی مانند گاه شمار ایرانی، ماه عبارت است از در حدود 1/12 طول سال. این ماه به آن ماه بستگی ندارد. میبینید که جمله روشن نیست و باعث سردرگمی میشود. میخواهم بگویم ماه خورشیدی به ماه، یعنی کره ماه، بستگی ندارد. ماه نخست طول زمان است، ماه دوم کره ماه است. این به کار بردن یک واژه برای دو بگرد کنسپت در زبان علمی اشکال دارد. نمونه دیگر، ماه در ماه هفتم بیشتر پشت ابرها بود. ماه نخست کره ماه است، ماه دوم ماه گاه شمار زمان است. اینکه چرا ما واژه ماه را برای دو چیز به کار می‌بریم به گذشته های بسیار دور باز می‌گردد. هزاران سال پیش وقتی که انسان زمان را با حرکت کره ماه اندازه می‌گرفت، برای کره ماه و زمانی که از روی آن به دست می‌آورد، برای هر دو یک واژه به کار می‌برد. این را در همه زبان‌های هندواروپایی می‌توان دید. در انگلیسی مون و مانس هر دو به یک معنا بودند، ولی انگلیسی زبانان مدت‌ها پیش معنای آنها را از هم جدا کردند. دیسه مون را برای کره ماه گذاشتند و دیسه مانس را برای مدت زمان.
همچنین است در آلمانی که دو واژه موند به معنای کره ماه و مونت به معنای بخشی از سال یا زمان حرکت ماه به گرد کره زمین به کار می روند. این هر دو واژه در اصل یک معنا داشتند و با مون و مانس انگلیسی و ماه فارسی هم ریشند. پرسش این است که چرا در فارسی تا کنون همان راهی را که دیگر زبانهای هندو اروپایی رفتند نپیموده ایم و در همان حالت بدوی باقی مانده ایم؟ این وضع چند علت دارد که مهمترین آنها تأثیر ویرانگر عربی بر زبان فارسی است. عربی خود را بر فارسی تحمیل کرده و نگذاشته فارسی همه امکانهای خود را به کار گیرد. حال پرسش این است که اگر بخواهیم از امکانهای فارسی برای از میان برداشتن این مسئله استفاده کنیم، راه چیست؟ همانطور که در زبانهای اروپایی، انگلیسی، آلمانی و دیگرها بیش از یک واژه برای نامیدن ماه وجود داشته، در فارسی همچنین است. ما در فارسی واژه مانگ را داریم که دیسه دیگری است از ماه. این واژه در ادبیات فارسی به کار رفته. عنصری میگوید به گرمی به دیشان یکی بانگ زد، که از آن بانگ تب لرزه بر مانگ زد. همچنین این بیت از شاعری ناشناخته: نتابد پیش مهر روی او مانگ، که از شش دانگ حسن اوست یک دانگ. از این گذشته واژه مانگ هم اکنون به جای ماه در پهنه بزرگی از ایران به کار می رود. در کردی مانگ، در مازندرانی تبری مانگ، در تاتی، تالشی، لکی مانگ، در شهمیرزادی و سنگسری مانگ. این واژه اصلا از اوستایی مانگ می آید. در اوستایی هم ماه وجود داشته و هم مانگ، و این دو دیسه هر دو به فارسی رسیدند. پس ما هم در فارسی می توانیم همان کاری را کنیم که اروپاییان کردند. واژه ماه را برای بخشی از زمان بگذاریم و واژه مانگ را برای کره‌ای که به گرد زمین می گردد. این کار همچنین سپاس از ایرانیانی است که در زبانهای ایرانی و گویش‌های فارسی صده ها این واژه ها و این گونه واژه ها را حفظ کردند و امروز به ما رساندند. من در فرهنگ اخترشناسی و اخترفیزیک که فرهنگ بگردهای کنسپت های اخترفیزیک اتحادیه جهانی اخترشناسی است، واژه مانگ را به کار میبرم. دانش های فیزیکی، دانش های پرسون دقیقا به دو بگرد کنسپت گوناگون یک نام داده نمیشود. در غیر این صورت زبان علمی نخواهیم داشت. در فارسی باید کاستی های زبان ادبی را برطرف کرد. پس اگر مانگ درخشان ترین اختر آسمان شب باشد، ماه عبارت خواهد بود از مدت زمانی که پس از آن مانگ یک بار به گرد زمین می‌گردد. البته در اخترشناسی چند طول زمانی گوناگون وابسته به ماه داریم که هر یک در جای خود به کار می‌رود. ماه اختری، ماه هموگانی، ماه بهیزکی، ماه پیرازمی، ماه افازمی، ماه گرهی و دیگرها. حال بازگردیم به ویژگی های فیزیکی مانگ، یعنی کره ماه. قطر مانگ در حدود 3500 کیلومتر است، یعنی تقریبا یک چهارم قطر کره زمین. جرم مانگ 1/8 جرم زمین است. نیروی گرانشیش 1/6 نیروی گرانشی زمین است. یعنی جسم 100 کیلوگرمی در زمین در مانگ تنها 17 کیلوگرم وزن دارد. مانگ همیشه یک روی خود را به زمین نشان می‌دهد، چون دوره چرخشش به دور محورش برابر است با دوره گردشش به گرد زمین. این وضع تصادفی نیست، زایده اثر نیروی گرانشی زمین است. زمین در گذشته با ایجاد کشند یا جذرمد در سطح مانگ این وزن را بر مانگ تحمیل کرده است. مانگ هم در سطح زمین کشند یا جذرمد ایجاد می کند که پیامدهای بسیار مهمی برای زمین دارد. یکی از آنها همین پدیده دور شدن مانگ از زمین است. وقتی که مانگ به بالای ناحیه‌ای یا نصف نهار یا نیمروزان ناحیه‌ای میرسد، نیروی گرانشیش آن ناحیه را به سوی خود میکشد. این که کش
این کشش بر روی زمین محسوس نیست ولی بر اقیانوس ها و دریاها اثر دارد. دوبار در شبانه روز مد روی می‌دهد، دوبار جزر. کشندهای مانگ دو پیامد اخترشناختی دارند. یک، درازتر شدن طول شبانه روز و دو، دور شدن مانگ از زمین. این دو پدیده به هم وابستند. ببینیم چگونه. نیروی گرانشی مانگ آب اقیانوس ها را به سوی خود می کشد و در سطح اقیانوس دو برآمدگی به وجود می آیند. یکی در سوی نزدیک به مانگ و دیگری در سوی دوردست مانگ. پدید آمدن برآمدگی در سطح اقیانوس در سوی نزدیک به مانگ به آسانی فهمیده می شود. زایده کشش نیروی گرانشی مانگ است که بر لختی یا اینرسی آب چیره می شود. برآمدگی سطح اقیانوس در سوی دور از مانگ به این سبب است که در آنجا نیروی گرانشی مانگ ضعیف‌تر است و نیروی لختی آب اهمیت بیشتری دارد. از این رو آب خود را پس می کشد و در سطح اقیانوس برآمدگی به وجود می آید. زمین با این دو برآمدگی به گرد محور خود می چرخد. دوره چرخش زمین 24 ساعت است. دوره گردش مانگ به گرد زمین در حدود 27 روز است. یعنی سرعت چرخش زمین از سرعت گردش مانگ بیشتر است. به همین سبب همیشه برآمدگی اقیانوس ها نسبت به خطی که مرکزهای زمین و مانگ را به هم وصل می کند جلوتر است. نیروی گرانشی مانگ بر این برآمدگی اثر می کند و می خواهد آن را به عقب بکشد. در نتیجه آب اقیانوس با کف اقیانوس اصطکاک پیدا می کند و رفته رفته از سرعت چرخش زمین کاسته می شود. به سخنی دیگر، کشندها مانند ترمز عمل می کنند و می‌خواهند زمین را از چرخش باز دارند. در نتیجه شبانه روز درازتر می‌شود. هر 100 سال در حدود 2000 ثانیه به طول شبانه روز افزوده می‌شود، یعنی 1 ثانیه هر 50000 سال. زمین‌شناسان با مطالعه سنگ‌های رسوبی که اثر جزر و مد را می‌توان در آنها دید، پی بردند که 900 میلیون سال پیش شبانه روز 18 ساعت بوده است. نخستین کسی که حدس زد شبانه روز دراز می شود اخترشناس انگلیسی ادموند هالی بود در سده 17. او با بررسی مانگ گرفتگی و خورشید گرفتگی هایی که در زمان باستان روی دادند و بابلی ها و چینی ها و یونانیان آنها را ثبت کردند، پی برد که اگر شبانه روز در آن زمان طول کنونی خود را داشته، این گرفت ها نمی توانستند در آن محل ها و در آن زمان ها روی بدهند. پس میبایست شبانه روز در گذشته کوتاه‌تر از آنچه امروز هست باشد. 300 سال وقت لازم بود تا پی ببریم که چرا. علت این است که زمین و مانگ با هم یک سیستم یا راژمان دینامیک تشکیل میدهند. تغییر در یکی در دیگری تأثیر میگذارد. زمین با کند شدن چرخشش مقداری از انرژی خود، یا پرسونتر گفته باشم مومنتوم یا جنباک زاویه خود را از دست میدهد، ولی این انرژی به مانگ منتقل می شود و در اثر این انتقال فاصله مانگ از زمین افزایش می یابد. بنابراین مانگ هر ساله در حدود 3.8 سانتی متر از زمین دورتر می شود. این رقم از اندازه‌گیری های فاصله مانگ به دست می آید. فضانوردان آپولو که به مانگ رفتن از سال 1969 تا 1972 دستگاه‌هایی را در سطح مانگ نهادند که با بازتاباندن پرتوهای لیزر به آنها از زمین و اندازه‌گیری زمان رفت و برگشت آنها می‌توان فاصله مانگ را با دقت بسیار تعیین کرد. اما پیامدها بر اثر دور شدن مانگ، قرص مانگ رفته رفته کوچکتر خواهد شد و خورشید گرفتگی یا خورگرفت کامل بسیار نادر خواهد بود. زمانی خواهد رسید که دیگر خورگرفت کامل ممکن نخواهد بود. کند شدن چرخش زمین و دور شدن مانگ تا آنجا ادامه خواهد یافت که دوره چرخش زمین برابر شود با دوره گردش مانگ به دور زمین، یعنی طول شبانه روز برابر طول ماه شود. هنوز چند صد میلیون سال وقت داریم. در آن موقع درازای شبانه روز 45 برابر طول کنونی شبانه روز خواهد بود. سال فقط
8 روز خواهد داشت و مانگ همیشه در یک نقطه آسمان بی حرکت خواهد بود. کم شدن سرعت چرخش زمین فصلها را در هم خواهد ریخت و به احتمال آنها را نابود خواهد کرد. فرفره یا دوکی را که به گرد محورش میچرخد در نظر بگیرید. تا موقعی که با سرعت میچرخد پایدار است. وقتی سرعتش بر اثر اصطکاک کاسته میشود، فرفره تلو تلو میخورد و جهت محور آن به هر سوی میرود. فصلهای کره زمین زایده این است که سوی محور چرخش زمین ثابت است. اما پدیده هایی هم هستند که میخواهند چرخش زمین را تندتر کنند. هسته زمین از آهن جامد با دمای 6000 درجه سانتیگراد درست شده. با اینکه دما بالاست، آهن جامد است چون فشار بسیار زیاد است. بیش از 3 میلیون کیلوگرم بر هر سانتی متر مربع. گاه مقداری از مواد گداخته مجاور هسته به روی هسته فرو می‌ریزد که چرخش زمین را تندتر می‌کند. اگر این پدیده به مقیاس بزرگتر و به طور پیوسته روی بدهد، سرعت چرخش زمین را به طور مؤثر افزایش خواهد داد. عامل دیگر نقش خورشید است. هم‌اکنون خورشید اثر کشندی چندانی بر زمین ندارد، ولی وقتی که طول روز و طول ماه یکی شوند، دیگر مانگ اثر کشندی بر زمین نخواهد داشت. دیگر در دریاها جزرومت روی نخواهند داد و این پیامدهای بسیار مهمی برای زیست در زمین خواهد داشت. در آن موقع کشندهای خورشید مؤثر خواهند شد و برعکس مانگ سرعت چرخش زمین را افزایش خواهند داد. در نتیجه شبان روز کوتاه‌تر خواهد شد و مانگ رفته رفته به زمین نزدیک خواهد شد. وقت ما به پایان رسید، ولی شاید تا آن زمان خورشید سوخت خود را به پایان رسانده باشد و به غول پیکری سرخ تبدیل شده باشد. در آن صورت راجمان خورشیدی به کلی دگرگون خواهد شد و زیست از زمین رخت برخواهد بست. این روزها همونطور که قبلا هم اشاره کردم، روزهایی است که سالگرد اتفاقات فرقه دموکرات در آذربایجانه و من دو برنامه قبلی رو همونطور که دوستان اطلاع دارن اختصاص دادم به شرح قسمتی از این ماجرا و از جمله اشاره به یکی از شخصیت‌هایی که نقش عمده‌ای در فرقه دموکرات آذربایجان و تشکیل آذربایجان خودمختار و نظارین دادش. امروز هم میخوام باز به مناسبت همین روز راجع به یکی دیگه از چهره‌های اون زمان فرقه دموکرات صحبت کنم و دلیل انتخاب خودم رو در این برنامه خود شنوندگان و بینندگان احساس خواهند کرد که چرا من این شخص رو انتخاب کردم. یکی از مرموزترین و عجیبترین چهره های فرقه دموکرات آقای دکتر سلام الله جاوید بود که در دوران فرقه دموکرات وزارت کشور یا وزارت داخله حکومت دموکرات آذربایجان رو به عهده داشت و وقتی که به موجب قرار و مداری که قوام سلطنه با استالین گذاشت، ارتش سرخ آذربایجان رو ترک کرد و منجر شد به سقوط فرقه دموکرات، آقای سلام الله جاوید نقش عمده و دوگانه عجیبی به عهده داشت، در حدی که وقتی که تمام فرقه دموکرات مزمحل شد و اغلب سران اون فرار کردند، دو تن از سر رهبران یعنی آقای صادق شبستری و آقای دکتر سلام الله جاوید باقی موندند و حتی آقای سلام الله جاوید پست استانداری آذربایجان را به عهده گرفت از طرف دولت قوام سلطنه و بعد از سقوط کامل و استقرار ارتش در آذربایجان، سلام الله جاوید هم مثل بقیه دستگیر شد، ولی مدت بسیار کمی در زندان بود و بعدش با عفو عمومی
با عفو خاص اعلیحضرت بخشیده شد و فقط احتمالاً دقیقاً یادم نیست کدوم شهر، احتمالاً به گلپایگان تبعید شد و مدت اونجا بود و بعد از 6-7 ماهی اون را هم رها کردن و آمد به تهران، در اونجا حضور داشت. موقعی که حوادث مربوط به سقوط آذربایجان در آذربایجان رخ داد، ما ساکن خوی بودیم ولی من فقط 11 سال داشتم، بنابراین دقیقا خاطرم نیستش که افکار عمومی درباره سلام الله جاوید چه نظری داشت. وقت اونچه که من در ذهن داشتم عقاید و نظراتی بود که پدرم، مادرم، خانوادمون و دوستانمون داشتن و من از دهان اونها میشنیدم. در مورد بقیه رهبران خب به هر حال اتفاقی پیش نیومد که من با اونها روبرو بشم، اما آقای سلام الله جاوید درست برعکس. یعنی وقتی که من بزرگ شده بودم، خیلی هم بزرگ شده بودم، سن و سالی به هم زده بودم، در روزنامه ها کار میکردم، اسمی داشتم، رسمی داشتم، آقای سلام الله جاوید توسط یکی از دوستان خودش از من خواهش کرد و گفت که ما یک جمعی داریم از آذربایجانی ها، اگر من هم علاقمند هستم میتونم در اون جمع شرکت کنم. من به مقدار خیلی زیادی به خاطر کنجکاوی رفتم و در این جلسات حضور داشتم. این جلسات مدت های بسیار طولانی ادامه یافت تا اینکه من سفری کردم به انگلستان و دیگه رابطم قطع شد. در طول این مدت سلام الله جاوید رو آدم بسیار دوست داشتنی و مطبوعی یافتم. آدم تند و تیزی نبود و نمیشد فکر کرد که یک چنین آدمی میتواند در نقش وزیر داخله سرپرستی کند به ترورهایی که در اون زمان انجام شد. میتونم حدس بزنم، یا اگر که حدسم نمیزنم، دلم میخواد چنین باشد که ایشون نقش عمده‌ای در این مورد نداشته است. در اون موقع که ما با هم دوره داشتیم، دوره هفته ای لااقل یک بار جمع شدیم دوره هم، در حدود 7-8 نفری بودیم، هممون هم آذربایجانی، و حلقه ای که ما رو به هم متصل میکرد آقای سلام الله جاوید بود. در زبان به زبان ترکی صحبت میکردیم و او سعی میکرد که به ما دستور زبان آذری رو بیاموزد و ادا انواع صیغه هایی که از فعل وجود داره، انواع اسم و نظایر اینا، که بسیار هم مفید بود و اطلاعات بسیار بسیار عمیقی هم داشت درباره فولکلور آذربایجان که در اختیار ما میگذاشت و فوق العاده مفید و دوست داشتنی بود. از خودش من شنیدم که یکی دو تا کتاب هم درباره پزشکی و یکی دو تا کتاب هم درباره تاریخ آذربایجان و به خصوص تاریخ مشروطیت نوشته است که من اونها رو ندیدم. آقای جهانشاهلو، معاون آقای پیشوری که قسمت علمی کارهای فرقه دموکرات رو اداره میکرد و از جمله رئیس دانشگاه آذربایجان یا دانشگاه تبریز بود، در خاطرات خودش اشاره میکند به اینکه آقای جهانشاهلو سواد پزشکی حسابی نداشت. البته من اون موقع که این صحبت‌ها رو میخوام انجام بدم با آقای دکتر سلام الله جاوید، من اون موقع هنوز خاطرات آقای جهانشاهلو رو نخونده بودم چون هنوز منتشر نشده بود، و ولی در ضمن صحبت‌هایی که ما آقای سلام الله جاوید میکردیم، بخصوص درباره اینکه چگونه در آغاز انقلاب اکتبر روسیه شوروی موفق شد که تا حدی بر مسائل بهداشتی مردم بخصوص در قسمت‌های عقب مونده مملکت پیروز بشود، خودش تعریف کرد که اینها وقتی که انقلاب پیروز شد یک عده‌ای رو دعوت کردند به کار و به مدت 2 هفته 15 روز دقیقاً به اینها تعلیم میدادن بیماری های بسیار رایج و ساده مثل سرماخوردگی، مثل اسهال و نظایر اینها رو، و
طرز مداوای اون رو و دواهایی هم که برای این موضوع به طور جاری در روسیه شوروی وجود داشت. و اینها رو بعد از 15 روز با همون بضاعت ناقصشون در پزشکی فرستادن به روستاها و در اونجا کار کردن. بعد از 2 سال اینها رو دوباره صدا زدن و به مدت 2 ماه یک کمی عمیق‌تر اینها رو وارد مسائل پزشکی کردن و بیماری‌های کمی مشکل‌تر رو هم به اونها آموختن. و بعد از اینکه 2 سال دیگه اینها رو فرستادن به روستاهای مختلف، اینها رو همه رو دعوت کردن و به مدت 4 سال رفتن و در دانشکده پزشکی تحصیل پزشکی کردن عمیق‌تر با شعبه بندی و رشته های تخصصی مختلف و نظایر اینها. بنابراین نمیشه واقعا باور کرد که حرف آقای جان شاهلو 100% درست باشد و آقای سلام الله جاوید اطلاعات پزشکی چندانی نداشته باشه. اما یک نکته است و اونم به عبارت از این است که آقای دکتر جان شاهلو تحصیل کرده دانشکده پزشکی ایران بود و دانشکده پزشکی ایران بر اساس ضوابط جاری پزشکی در کشورهای غربی اروپا مثل فرانسه و نظایر اینها تشکیل شده بود و طبیعی است که بر اساس همون متدها هم معالجات را انجام میدادند. ولی نحوه معالجات و سبک معالجه با توجه به انواع اقسام مقتضیات محلی در کشورهای مثل روسیه، حتی همین امروز با چین و کشورهای مثلا تایلند و نظایر اینها فرق میکنه و به همین دلیل هم 2 نوع متد خاص است برای معالجه و پزشکی. همینطور که همین الان هم بسیاری از پزشکان تحصیل کرده اروپایی نحوه روش معالجات آمریکا رو قبول ندارن، بنابراین وجود داره. یک بار یک اتفاق افتاد که شاید این از یک نظر بتواند روشن کننده باشد. آقای دکتر سلام الله جاوید و عده‌ای از همون دوستانی که با هم بودیم نهار منزل ما مهمان بودن و خانم من برای ما عدس پلو درست کرده بود، عدس پلو، و من دیدم که آقای سلام الله و مجید سلام الله جاوید یه خورده منفعل شد و گفتش که چیز دیگری ندارید که من بخورم. من خیلی تعجب کردم، گفتم چرا شما دوست ندارید؟ گفت نه اتفاقا من عدس رو خیلی هم دوست دارم ولی نمیخورم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه از آسید یوریک میترسم. من گفتم خب من که اصلا پزشک نیستم، میدونم که با هر نوع آسید یوریکی در حدی هم که باشد با چند تا قرص زیلوریک معالجه میشه، شما ناراحتیتون از چی هست؟ گفت نه نه، من جزء متد کارم عبارت از این است که نباید بگذاریم مرض ایجاد بشود، نه اینکه بعد از اینکه مرض ایجاد شد سعی کنیم اون رو معالجه کنیم. این نشون دهنده این است که نحوه برخورد 2 مکتب پزشکی با یک بیماری ساده و نظایر اینا. به هر حال آقای سلام الله جاوید که چهره مرموز فرقه دموکرات است در تهران حضور داشت و حقوق استانداری میگرفت، بازنشستگی استانداری میگرفت و این نکته هم برای من بسیار جالبه. ایشون سال 1279 در خلخال به دنیا آمده بود و در سال 1365 در تهران دنیا رو ودا گفت. من البته اون موقع در ایران نبودم، رفته بودم انگلستان، ولی شنیدم که وصیت کرده بود که ببرن و در یکی از گورستان‌های مخصوص فقرا در تبریز اونجا به خاک بسپارن و بردن و در اونجا هم به خاک سپردن. امیدوارم که آقای شاهید خوشش باشد بیاد، برای اینکه میخوام که دعا کنم که آقای سلام الله جاوید هم در اون ملکوت خداوندی خوش و خرم باشه. با سلام به هموطنان و تبریک سال نو
به هموطنان مسیحی. ما ایرانیان عادت کرده ایم جنگ و جدال درون گروهی در داخل دستگاه حاکم را جنگ زرگری تصور کنیم، مگر آنکه کار به جاهای باریک بکشد و طرفین کاردها را آشکارا برای بریدن سر یکدیگر تیز کنند. جدال احمدی نژاد و دار و دسته‌اش با دستگاه قضایی به اینجا کشیده است. طرفین تعارف مصلحت‌آمیز را کنار گذاشته و صاف و پوسکنده وارد جنگ شدند. اینکه جنگ به کجا بکشد هنوز معلوم نیست. بستگی دارد به تصمیم نهایی از جانب بیت رهبری. کمتر سابقه داشته است که وقتی یک تن یا یک گروه از کادر حاکم به تخلفات اداری یا سوء استفاده مالی متهم می شوند و پرونده به دادگاه می رود، پیش از تشکیل محکمه و صدور رأی جنگ علنی بین رؤسای دو قوه و دار و دسته آنها درگیر شود. این چنین جنگی است که محمود احمدی نژاد و صادق عاملی لاریجانی آشکارا وارد آن شدند. روز چهارشنبه 22 آذر صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در دیدار با تشکل‌های دانشجویی همسو با اصولگرایان بخش عمده سخنانش را به لجنمال کردن احمدی نژاد اختصاص داد و رئیس جمهوری پیشین و نزدیکانش را بانیان فتنه جدید نامید. او گفت کار افرادی که در حال حاضر انواع اتهامات را علیه دستگاه قضایی مطرح می کنند نوعی فتنه است. سران فتنه، اشاره به میرحسین موسوی و مهدی کروبی که در حصر خانگی به سر می برند، می گفتند ما انتخابات شورای نگهبان را قبول نداریم. اینها می گویند ما قوه قضاییه را قبول نداریم. آنها دعوت به اغتشاش می کردند، اینها با بست‌نشینی به دنبال جریانسازی و اغتشاشند. به گفته او محمود احمدی نژاد و نزدیکانش با تضعیف قوه قضاییه نظام را تضعیف می کنند و بخش عمده اعتماد زدایی از قوه قضاییه ریشه در برنامه ریزی ها و اقدامات سرویس های جاسوسی و امنیتی غرب دارد. به عبارت دیگه اینها عامل سیاست های غربی هستند. احمدی نژاد اخیراً گفته بود به خاطر کشته شدن صدار بهشتی و بلاگ نویس در زندان در شورای امنیت ملی من تقریباً با رئیس قوه قضاییه دعوا کردم، فریاد زدم بر سرشان، گفتم جنایت کردید شما. لاریجانی میگوید این سخن دروغ است، احمدی نژاد هرگز جرأت چنین کاری نداشت. او همچنین در پاسخ احمدی نژاد که قوه قضاییه را به نقض قانون اساسی متهم ساخته و اظهار داشته بود اگر قرار بود دیکتاتوری قوه قضایی داشته باشیم انقلاب نمی کردیم، نقض و او را به شمشیر کشیدن علیه نظام متهم کرده بود. پیش از آن هم محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد را کلکسیونی از قانون گریزی نامیده بود. همچنین غلام حسین محسنی عجیعی سخنگوی قوه قضاییه اظهارات احمدی نژاد را حاوی ده ها دروغ، توهین و گندگویی خواند و با ذکر یک داستان او را به یک لات تشبیه کرد که چون مدتی از چشم مردم افتاده بود برای جلب توجه به دیگران فحش می‌دهد. در پاسخ این سخن
محمد رهبر یکی از طرفداران احمدی نژاد ضمن مقاله‌ای در سایت زیتون نوشت حالا دیگر احمدی نژاد را دلغکی می‌دانند که دچار توهم شده و در خیالش مردم را پشتیبان خود می‌داند. فلان نویسنده روزنامه کیهان تحسن اهل بیت احمدی نژاد در شاه عبدالعظیم و تاختن رئیس جمهوری سابق به رئیس قضایی را نمایشی مسخره دانسته و باعث تفریح زوار حرم. و بعد در تاریخ نگاری جوری از پروبال گرفتن احمدی نژاد و برآمدن دولتش نوشته که انگار از زیر بوته به عمل آمده و حاصل اشتباه کوچکی در شورای شهر تهران بوده است. او می نویسد احمدی نژاد در سال 82 در شهرداری جان می گیرد و جریان اصولگرایی به راحتی اجازه می دهد در شهرداری و ریاست جمهوری جا خوش کند. همه این اتفاقات هم مانند یک رؤیا پیش می آید، مضحک و بلکه رذیلانه است که یکی از هواداران سابق احمدی نژاد چنین نعل وارونه می زند. برادر، تاریخی که تو تحریف می کنی و راندخارش بوده ای، ما به خون دل زیسته ایم. در همین حال یکی از اعضای مجلس خبرگان نامه سرزنش‌آمیزی به احمدی نژاد می نویسد و احمدی نژاد در نامه مفصلی به او جواب می دهد. می نویسد احمدی نژاد: سلام علیکم، نامه حضرت عالی را با دقت مطالعه کردم. این جانب را به دور زدن قانون متهم فرموده اید. مگر من چه قدرتی دارم که بتوانم قانون را دور بزنم؟ اصولاً این صاحب منصبان و قدرتمندان هستند که امکان و فرصت دور زدن قانون را دارند. چگونه ممکن است اعتراض به موارد تخلف آشکار مقامات قضایی از قوانین و سندسازی و اصرار آنها بر متهم کردن دولت‌های پاک نهم و دهم که اتفاقاً خواست بیگانگان و صهیونیست‌ها هم هست دور زدن قانون تلقی شود؟ آیا ظلم پایه‌های نظام را سست و متلاشی می‌کند یا اعتراض به ظلم؟ امروز دیوان عالی کشور دادستان، دادسراها، زندان و حتی دادسرای انتظامی قضات که مسئول رسیدگی به تخلفات مقامات قضایی است توسط رئیس قوه قضاییه نصب می شوند و تحت امر او هستند. معنی آن این است که از مقامات قضایی باید به خودشان شکایت کرد. از نظر شما آیا این رویه درستی است و می تواند به احقاق حق منجر شود؟ آیا راهی برای احقاق حق وجود دارد؟ آیا درباره نارضایتی عمومی و اعتراضات مردم از وضع کشور و وضعیت فقر و فاصله طبقاتی و غارت منابع عمومی خبری و گزارشی به دست شما رسیده است و اطلاع دارید که در کشور چه می‌گذرد؟ به نظر جناب عالی چه اتفاقی باید بیفتد تا فریادهای اعتراض مردم شنیده شود و حساسیت ها نسبت به اصل اسلام و انقلاب و خطرات بزرگی که به واسطه عملکردها از جمله عملکرد دستگاه قضایی کشور و نظام و انقلاب را تهدید می‌کند جلب شود؟ و بالاخره اینکه از نظر این جانب، یعنی آقای احمدی نژاد، بدترین نوع ضد انقلاب و معاند کسانی هستند که مانع از اصلاح نظام از درون و موجب یأس مردم از جمهوری اسلامی شده، راه را برای توطئه دشمن هموار می نمایند. نکته ای که طرفین منازعه
از نظر دور داشتند یا نخواستند و نتوانستند به روی مبارک خود بیاورند این است که در جمهوری اسلامی رؤسای سه قوه بر حسب اراده مقام معظم رهبری برگزیده می شوند. اگر در مورد قوه مقننه و قوه مجریه انتخاب رؤسای این دو قوه معل واسطه است، رئیس قوه قضاییه مستقیما از جانب مقام معظم رهبری منصوب می شود. آقای احمدی نژاد اگر هوای دیدار با رفسنجانی به سرش زده است، بهتر است در بگم بگم تأخیر نکند. طرف چشم انتظار اوست. خبر آمد که مرد سیمین جان، رخت از این خانه برد سیمین جان. چشم میخواب و آهوی غزلش مژه بر هم فشرد سیمین جان. روشنی بخش جان والایش شمع بود و فسرد سیمین جان. می آزادگی به شوق وطن عشق پیمود و خورد سیمین جان. شعر و اندیشه و دلاوریش ره عزت سپرد سیمین جان. این چنین عاشقی نخواهد مرد که زنی بود گرد سیمین جان. سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. این شعر کوتاه رو پس از درگذشت خانم سیمین بهبهانی که سخت او رو دوست می داشتم و دوست می دارم همچنان نوشتم. سخنانی که امروز می خواهم با شما در میان نهم نیز حاوی نکاتی هستند که درباره شعر و شیوه غزل سرایی سیمین به ویژه درباره اوزان ابداعی او اندیشیده و گاه درباره آنها سخن گفته بودم. فرصت ما کوتاه و موضوع سخن در این زمینه گسترده است و من خواهم کوشید تا آن را طی دو یا سه برنامه با شما در میان بگذارم. از آنجایی که کار کارستان سیمین در غزل فارسی همانا تلاش ارزنده و پربار او در زمینه وسعت دادن به امکانات وزن عروضی در غزل معاصر فارسی بود، گفتارم را بیشتر در این زمینه متمرکز میکنم و میکوشم تا نکات عمده مربوط به تحول در اوزان عروضی در شعر سیمین رو به اختصار بازگو کنم. اما پیش از پرداختن به آن، برای آن که نظریات کلی و فشرده خودم رو درباره شعر سیمین و ارزش‌های والای شعر و آثار او گفته باشم، گوشه ای از نامه ای رو برای شما خواهم خواند که در سال 2006 به درخواست زنده‌یاد دکتر منوچهر ثابتیان که در انجمن قلم ایرانیان در لندن فعال بود نوشتم تا به انگلیسی ترجمه و به کمیته هیئت داوران جایزه نوبل ادبی فرستاده بشود، که چنین هم شد. هدف از این نامه آن بود که این نهاد و مرجع برجسته بین المللی از وجود شاعر و ادیبی بزرگ در زبان فارسی معاصر، زنی مبارز و آزادی خواه، انسانی والا و باگوهر همچون سیمین بهبهانی آشنا شود و یا اگر آشنا هست آشنایی بیشتر حاصل کند. کاری که انجام شد و خوشبختانه نام سیمین برای نخستین بار در میان هیئت داوران جایزه ادبی نوبل مطرح گردید و البته در سالهای بعد هم این درخواست از سوی ایرانیان فرهنگ دوست و دوستدار سیمین دیگر پیگیری شد. در آن نامه که به ویژگی شخصیت و شعر او و نقش اجتماعی و فرهنگی وی در ایران معاصر پرداخته می شد چنین آمده بود: خانم سیمین بهبهانی بیشک بزرگترین شاعر غزل سرای ایران امروز است. اکنون که سخن اصلی را بیان کردم، بد نیست بگویم که با نگاهی به تاریخ ادبیات ایران در خواهیم یافت
که شعر ایران در زیباترین و درخشانترین و شکوهمندترین لحظه های خود در غزل فارسی تبلور یافته است و بزرگترین نوابغ تاریخ ادب ما زیباترین شعرهای خودشون رو در این فرم و شکل بیان کردند و گفتن ندارد که سعدی و مولوی و حافظ که بی تردید از بزرگترین شاعران در ادبیات جهان هستند غزل سرایان بزرگ شعر فارسی محسوب می شوند. و فراموش نکنیم که شعر اصولاً مهمترین و پایه‌ای‌ترین عنصر فرهنگ ایران است. حالا بر این مبنا باید بگویم که خانم سیمین بهبهانی به عنوان بزرگترین غزل سرای ایران امروز نماینده اصیلترین و ریشه‌دارترین و غنی‌ترین بخش شعر فارسی در ادبیات شاعرانه معاصر محسوب می شود. خانم بهبهانی که تا سال 1357 که هنوز کاملا به تحول ادبی و شکوفایی نوبغاسای خود دست نیافته بود چندین مجموعه شعر غزل منتشر کرده بود و در همان زمان نیز در کنار شهریار و سایه و رهی معیری و عماد خراسانی از غزل سراهای بزرگ محسوب می شد. اما مهمترین نکته‌ای که می باید درباره سیمین بیان کرد آن است که وی با انتشار کتاب خطی ز سرعت و از آتش اهل ادب و شعر ایران را شگفت زده کرد. او مبدع و مبتکر وزن‌های جدیدی است که خود به اوزان کلاسیک فارسی افزوده است. سیمین در فرم غزل و به خصوص در وزن غزل یک تحول بی سابقه ایجاد کرد و همراه با کشف و بهره‌گیری از وزنهای جدید تنوع ریتمیک و تنوع زبانی و تنوع مضمونی در غزل فارسی به وجود آورد و بنیاد غزل معاصر را دگرگون ساخت. این تحول در آثار بعدی او بسیار جدی و آگاهانه دنبال شد تا جایی که کوشش سیمین بهبهانی در متحول ساختن شعر فارسی در حوزه غزل را با نوآوری های نیما یوشیج مقایسه کردند و شاعر بزرگ و ادیب نیماشناس معتبری مثل اخوان ثالث سیمین بهبهانی را نیمای غزل نامید. تحولی که سیمین در اوزان غزل فارسی ایجاد کرده موجب شد که اوزان شعر فارسی از نظر کمی به ابعاد بی سابقه دست پیدا کنند و طبیعتاً این تحول کمی به نوبه خود یک تحول کیفی را نیز به همراه بیاورد. از نظر مضمون غزلهای سیمین کاملاً نو و امروزی و متأثر از وضع اجتماعی و سیاسی ایران معاصر است. شکایت از اختناق و آرزوی آزادی و عدالت و برابری حقوقی زنان با مردان و نقد فرهنگی اجتماعی جامعه امروز از مضمون‌های اصلی کار اوست. سیمین از شاعران آزادی‌خواهی است که مقاومت فرهنگی و مقاومت فکری و مقاومت هنری در برابر استبداد و تهجر و تک‌صدایی نظام توتالیتر و ایدئولوژیک اساس و بنمایه شعر اوست و این همه را با احساسی بسیار رقیق توأم با رأفت و مهر مادرانه بسیار ظریف و هنرمندانه بیان می‌دارد. سیمین بهبهانی با نگاه زنانه از آزادی و از مظلومیت انسانها در دوران اختناق سخن میگوید و شعر او سرشار از مهر به فرهنگ و عشق به ایران است. به تاریخ ایران مهر میورزد و نگران فرو ریختن ارزشهای اصیل انسانی و ملی است که در شرایط اختناق و با وجود حاکمیت ایدئولوژیک و دینی بر ایران در موقعیت شکننده و ویران شونده‌ای قرار گرفتند. غزل سیمین صدای درد و دریغ و حسرت و اعتراض انسان‌هایی است که آرزوی آزادی و دموکراسی آنها را به میدان آورده بود تا جهان استبداد زده پیشین را دگرگون کنند، اما با موقعیت و روزگار دهشتناکی روبرو شدند که نه تنها به آزادی و آرزوی دیرین خود دست نیافتند، بلکه دستاوردهای تاریخی گذشته خود را هم از کف دادند و ارزش‌های متعالی انسانی و اخلاقی و فرهنگی جامعه خود را هم
در معرض اضمحلال و نابودی یافتند. غزلهای سیمین این چنین سرشار از دردهای انسانی ایران معاصر است و به بهترین شکل صدای مظلومیت ملت ایران در این ربع قرن سده بیستم و دهه اول سده 21 میلادی است. علاوه بر این، سیمین یکی از مهمترین شخصیت‌های اجتماعی و فرهنگی ایران امروز است، یکی از شخصیت‌های پایه‌ای و شجاع کانون نویسندگان ایران و سخنگوی نویسندگان و شاعران ایران است و از کسانی است که بی‌وقفه بر ضد سانسور و برای استقرار آزادی بیان و اندیشه کوشش می‌کنند و در این راه تا کنون بهای بسیار گزافی پرداختند. چند تن از اعضای این کانون تا کنون ربوده و ترور شدند. از اینها گذشته، سیمین به واسطه اهمیت شعر خود در ادبیات معاصر و به واسطه نقش خود در جامعه روشنفکری ایران و به واسطه کوشش‌های اجتماعی و فرهنگی خود در عرصه مسائل زنان و دفاع از حقوق پایمال شده آنان به یکی از چهره‌های شاخص مدافعین حقوق زنان و به یکی از نمایندگان برجسته زنان ایران امروز در جامعه مردسالار و در حاکمیت نظام زن ستیز اسلامی بدل شده و از احترام فوق‌العاده‌ای برخوردار است. از این بابت، سیمین بهبهانی یک چهره منحصر به فرد در ادبیات فارسی و نیز در آزادی خواهی و در ضدیت با سانسور و نیز در دفاع از حقوق زنان محسوب است. وی بابت این ویژگی کیفی و نیز بابت کیفیت‌های گوناگون دیگری که فرصت طرح نیست، به شایسته ترین وجهی ادبیات فارسی و شعر ایران و جامعه روشنفکری ایران را نمایندگی می کند و از هر لحاظ شایسته جایزه نوبل ادبیات است. وظیفه جامعه فرهنگی و ادبی ایرانیان است که در این زمینه حق مطلب را ادا کنند و کمیته نوبل و مجامع ادبی و فرهنگی جهان را از وجود شاعر بزرگ و زن آزاده و شجاعی همچون سیمین بهبهانی آگاه گردانند و او را به جهانیان بشناسانند. خب، پس از این اظهار نظر کلی درباره شعر سیمین که حدود 11 سال پیش در نامه‌ای به کمیته هیئت داوران نوبل طرح شده بود، اندکی درباره ویژگی غزل سیمین سخن بگوییم. می توان درباره این تحول کیفی، یعنی درباره موضوع و درون مایه شعر سیمین و نیز درباره زبان آوری نوآیین او در غزل فارسی سخن فراوان گفت. اما در این فرصت اجازه بدهید تا درباره کشف شگفت‌انگیزی که سیمین در زمینه وزن شعر فارسی به آن دست یافته و بسیار کم از آن سخن رفته است، چند کلمه ای بگویم. مثلا برای شما بگویم چی گفتم؟ گفتم مثلا برای شما بگویم این به خودی خود موضوع نیست، اما با همین دو جمله، دو پایه و بنیان وزن شعر برای ساختن دو غزل در اختیار ماست. کشفی که سیمین کرده است این است که می شود با همین دو جمله‌ای که من برای شما گفتم وزن تازه‌ای برای یک غزل تازه ابداع کرد. چگونه؟ به این شکل. مثلا برای شما بگویم، مثلا برای شما بگویم که چراغ روشن خود شمایید. چه شد؟ با افزودن یک عبارت مبتنی بر همان اندازه کمیت سیلابیک و وزنی، یعنی با همان وزن، به عبارت ساده پیشین، مصرع اول شعری ساخته شده که منتظر مصرع بعدی است. مثلا برای شما بگویم که چراغ روشن خود شمایید، اگرش به شعله جان بفروزید، به کمند ظلمت شب نپایید. اکنون بیت مطلع غزل سروده شد و شاعر با سرودن ابیات بعدی می تواند غزل خود را کامل کند. جمله دومی که در ابتدا گفتم چه بود؟ گفتم این به خودی خود موضوع نیست. داشتم توضیح می دادم که جمله
مثلا برای شما بگویم به خودی خودش موضوع نیست. حالا برای این که این جمله آخری که به خودی خود موضوع نیست موضوع بشود، شاعری مثل سیمین با آن چه می کند؟ خیلی ساده است، البته در تئوری، اما در عمل پهلوانی چون سیمین می طلبد که بر وزن کلاسیک شعر فارسی و عروض و تکیه و ایقاع در کلام مسلط باشد و کیفیت و کمیت هجاها را در واژگانی که با هم ترکیب می شوند، یعنی به طور کلی موسیقی و توازن سیلابیک و آوایی کلمه را در شکل دادن به عبارات شعری مثل موم در چنگ خود داشته باشد. این به خودی خود موضوع نیست، بایدش که مکرر سازی. این به خودی خود موضوع نیست، بایدش که مکرر سازی. مصرع متولد شد. تا سرود نوائینت را وزن تازه دیگر سازی. و بیت نخستین با مطلع شعر هم به دست آمد. بقیه کار مربوط می شود به هنر و توانایی شاعر در حفظ وزن نو ساخته تا مطلع غزل، و این به ورزیدگی و زبان‌آوری و گوش آواشناس شاعر بستگی دارد. این بود سخنی که برای گشودن رمز کاری که سیمین در کشف اوزان تازه یا ابداع اوزان جدید کرده است می‌خواستم بگویم. کشفی که در حقیقت امر آزاد شدن وزن شعر فارسی از قوالب محدود و کلاسیک و تعیین شده از سوی عروضیان سنتی را به شاعران معاصر نوید داده است، و این همان شیوه است که سیمین مبتکر و استاد آن در دوران ما بود. بحث نوآوری وزنی سیمین رو در همین جا متوقف میکنم تا در برنامه دیگری بقیه سخن را در این زمینه به عرض شما برسانم. بخوان که بام تو رنگین است، رهت ستاره پروین است، به جان دوست کلامین است، ز دوست هدیه به آزادی. تو را هماره سلامت باد که دردمندی انسانیت هماره در طلب نیکی است، هماره در طلب شادی. بمان که راوی دستانت پرندگان فضا باشند، چنین که نغمه جان بخشی، چنین که لرزه فریادی. شاد و پیروز و سرفراز باشید.